فوریه 1959 خبر مفقود شدن 9 تا کوهنورد پخش شد. هلیکوپتر نجات راهی منطقه دیاتلوف پاس یا گذرگاه دیاتلوف تو شوروی شد. تونست چادر کوهنوردا رو ببینه. وقتی فرود اومدن دیدن 9 کوهنوردی که گم شده بودن همشون مردن. داستانشون عجیب بود و هرچی بیشتر تحقیق میکردن عجیبتر میشد. دیدن چادر خوابشون از داخل پاره شده. هیچ نشونه ای هم از درگیری نیست. چند کیلومتر دورتر دوتا قربانی از این کوهنوردا تقریبا برهنه پیدا شدن. اما دما منفی 30 درجه بود. برای خنک شدن که لباسشون رو در نیاورده بودن. اجساد دیگه اطراف اون محل پیدا شدن. کلن از این 9 نفر 2 نفر جمجمه شون شکسته بود، 2 نفر قفسه سینه شون شکسته بود، 1 نفر چشماش در اومده بود، 1 زبون نداشت، 2 از کوهنوردا تشعشعات غیر عادی توی لباسشون بود و بازرسا هرچی میگشتن اوضاع وخیمتر میشد. در نهایت پرونده این کوهنوردان به عنوان مرگ از طریق حادثه طبیعی اما ناشناخته بسته شد. ولی داستان بیشتر از این حرفا بود. بعضی ها پای عملیات مخفی کاگبه رو وسط کشیدن. بعضی ها حمله پاگنده رو دلیل مرگشون میدونستن و بعضی ها هم میگفتن کار فرازمینی هاست و برای تمام اینها دلایل محکمی وجود داشت. به عامل ناشناخته خوش آمدید. در این ویدیو به حادثه گذرگاه دیاتلوف میپردازیم. داستان این ماجرا تا قبل از مرگشون خیلی کامل و واضح وجود داره، چون این کوهنوردان همه چیز رو توی سفرشون مستند کرده بودن. توی دفاتر مختلف گزارش نوشتن، توی دفتر خاطراتشون نوشته بودن، کلی هم عکس گرفتن و عکساش هست. 1 فوریه کوهنوردا توی منطقه‌ای که بعداً اسمش رو دیاتلوف گذاشتن حرکت می‌کردن. باد شدید و برفی میاد، باعث میشه مسیرشون رو تغییر بدن. از کنار یک کوه قدیمی به نام کوه مرده یا دد ماونتین می‌گذرن. اونجا چادرشون رو به پا می‌کنن. از اونجا که در طول سفر این کوهنوردا نامه و کارت پستال برای خانواده و دوستاشون می‌فرستادن، وقتی دیگه چیزی برای خانواده فرستاده نشد، فهمیدن که احتمالاً گم شدن. تقریباً 1 ماه بعدش، توی 26 فوریه، یک گروه جستجو تونست محل کمپشون رو پیدا کنه. اون چادری که کل گروه داخلش می‌خوابیدن، زیر یک لایه نازک از برف پیدا شد. اما از داخل بریده شده بود، ولی هیچ نشونه‌ای هم از دعوا و مبارزه یا حمله خرسی چیزی نبود. غذا، لباس، وسیله ها، همه چی داخل چادر چیده شده بود و مرتب بود. یک وعده غذایی هم آماده کرده بودند که بخورن، اما غذا دست نخورده بود. هیچ جنازه ای هم داخل چادر نبود. روز بعدش 9 جفت رد پا پیدا شد که از کوه به سمت جنگل می رفت. مشخص بود که این قدم ها خیلی آروم و معمولیه. نه از چیزی فرار می کردن، نه مسیرشون عوض شده، نه مشکلی پیش اومده. بعد از چند دقیقه بقایای آتش پیدا شد. نزدیک اون آتش 2 قربانی اول رو دیدن. تقریبا هیچ لباسی تنشون نبود. پاهاشون سوخته بود. بعضی از تکه های لباسشون رو بالای درخت پیدا کردن. احتمالا دیدشون کم بوده. رفتن بالای درخت تا مسیر برگشت رو پیدا کنن. شاید هم هیزم جمع می کردن. نفر دوم چند متر جلوتر بود. انگار داشت از چیزی فرار میکرد و به سمت چادر برمیگشت. جراحتی هم نداشت، فقط اثرات سرما رو بدنش بود. زیر درخت پیدا شده بود. رنگ پوستش بنفش بود و یک مایع خاکستری به همراه کف از دهنش خارج شده بود. تا اینجا این 2 نفر پیدا شده بودند. چند صد متر جلوتر جسد 3 نفر پیدا شد. یکیشون شکستگی‌های بدی توی سرش داشت، اما از جایی نیفتاده بود. مشخص بود یک اتفاق ناگهانی افتاده که آماده نبوده. ولی این دوتا هیچ اثری از درگیری با کسی یا چیزی نداشتن. و نفر سوم هم شکستگی هایی توی بدنش داشت. تا اینجا 5 جسد پیدا شد، ولی هنوز 4 تای دیگه مونده بود. چند ماه طول کشید تا این 4 نفر پیدا شدن. وقتی که بخشی از برفا آب شده بود، یک شکارچی تونست یک سوراخ توی برف پیدا کنه. چند تا تکه لباس نزدیک سوراخ بود. یک پای راست بریده شده هم اونجا بود.
در نهایت هم 4 قربانی آخر با فاصله کنار هم پیدا شدن. اثر جراحات سنگین توی همه بدناشون بود. کالبد شکافی کردن. دیدن یکی از اجساد به شکل عجیبی با یک نیروی خیلی شدید که کار انسان نمیتونه باشه بدنش خورد شده. طوری که انگار بمب جلوش منفجر کردن. چیزی که مشخص بود این بود که نه انفجاری اونجا اتفاق افتاده، نه بهمنی اومده. چون چوبایی که برای برپا کردن چادرشون گذاشته بودن همه صاف بودن، شاخه های درختی که اطرافشون بود حتی ترک هم بر نداشته بودن. هیچ اثری هم از خفگی ناشی از گیر کردن زیر برف نبود. پس مسلماً بهمن نبود. بمبی هم که منفجر نشده بود. بقیه اجساد حداقل اثر بمب تو بدنشون نبود. با بررسی بیشتر فهمیدن لباس 2 نفر از این کوهنوردان سطح بالایی از تشعشعات رادیواکتیو داره. اما هیچ نتیجه‌ای از تحقیقات به دست نیومد. طوری که چند هفته بعد پرونده بسته شد و مقصری برای حادثه کشف نشد. فقط می دونستن یکی نیروی طبیعی ولی نامشخص باعث مرگشون شده. خانواده این قربانیان راضی نشدن. می دونستن اتفاقی افتاده ولی دولت اعلام نمی کنه. بیشتر پیگیری کردن. شوروی هم پرونده رو محرمانه اعلام کرد و منطقه حادثه منطقه ممنوع شد. تمام شواهد هم جمع‌آوری و نابود شدن. با تمام پنهانکاری هایی که دولت انجام داد، بعضی از کارشناسان و محققین و مردم چند تا نظریه دادن و حدس زدن که برای این کوهنوردها چه اتفاقی افتاده. اول از همه باید اینو بدونین که چند تا از این کوهنوردها دانشجوی مؤسسه پلی‌تکنیک اروپا بودن. این دانشجوها دائما برای تحقیقات هسته‌ای و ارتش شوروی پروژه انجام میدادن. تئوری اول میگه مأموریت کاگبه باعث کشتنشون شد. توی یک کتابی به نام گذرگاه دیاتلوف نوشته شده که 3 نفر از کوهنوردان مأموران مخفی کاگبه بودن که دنبال یک محل مخفی از مأموران CIA میگشتن. میدونیم که اون زمان دوران جنگ سرد بوده. در اون دوران یکی از تاکتیک‌های شوروی قرار دادن محموله‌های رادیواکتیو در محل‌هایی بود که متعلق به خودشون نبود. اما توی کتاب گذرگاه دیاتلوف نوشته شده 2 یا 3 نفر از کوهنوردان توسط کاگبه استخدام شده بودند تا لباس‌های آغشته به رادیواکتیو رو به عوامل CIA تحویل بدن. در ادامه این کتاب نوشته شده این 3 نفر از هویت هم با خبر بودن، اما بقیه اعضای گروه کوهنوردی نمیدونستند که این افراد عضو کاگبه ان. در نهایت اعضای کاگبه قرار بوده از جاسوسان CIA موقع تحویل محموله عکس بگیرن تا اینکه مأموریت خوب پیش نمیره و کشته میشن. تئوری دوم در یک مستند تلویزیونی در سال 2014 بررسی شد. توی این مستند این عکس پخش میشه و ادعا میکنه این موجود در اون سال توی اون محدوده دیده شده و احتمالاً باعث مرگ این کوهنوردان بوده. تئوری سوم به یک سفینه فضایی مربوط میشه. گفته میشه توی همون روزهای حادثه مردم اون منطقه گزارش کردن که اشیای کروی روشنی توی آسمون حرکت میکردن. این مردم احتمال میدن نوعی سفینه فضایی توی منطقه فرود اومده و باعث وحشت کوهنوردان شده و کشته شدنشون کار فرازمینی ها بوده. بعدن که عکسای دوربین یکی از کوهنوردا رو بازیابی میکنن، میبینن این عکس که شبیه نورهای درخشان و در حال حرکت توی دوربینش بوده. حتی توی گزارش یکی از بازرسان پرونده این حادثه نوشته شده من به نورهای روشنی که توی اون زمان در آسمون دیده شدن مشکوکم و شاید علت مرگ این کوهنوردان همین باشه. تئوری چهارم در مورد رویدادی به نام کارمان ورتکس استریته. این یک نظریه علمیه که میگه یک رویداد آب و هوایی نادر امواج فروصوتی تولید میکنه که باعث سرگیجه و سردرد و گیج شدن افراد میشه. احتمالاً در اون زمان این اتفاق باعث سردرگمی کوهنوردان شده. یک محقق 5 سال روی این موضوع تحقیق کرد و گفت احتمالاً پدیده کارمان ورتکس یک صدای شدیدی تولید کرده که کوهنوردا سعی کردن از اونجا فرار کنن، ولی هر کدوم به یک شکل گرفتار حادثه شدن. حتی اون گروه دوم هم سعی کردن برن زیر برفا گودالی بکنن تا از شر صدا راحت بشن،
اما اونجا گیر کردن. تئوری بعدی هم میگه ارتش اونا رو کشته و صحنه سازی کرده. به هر حال اینا بخشایی از تئوری هایی هستند که سالها در مورد این حادثه مطرح شد، ولی هیچ جواب قطعی در مورد اتفاقی که اون شب افتاد وجود نداره. تا اینکه چند سال پیش یک دانشمند که پدیده های آب و هوایی رو مطالعه میکنه یک نظریه جدید داد که منطقی هم به نظر میرسه. گفت پدیده‌ای وجود داره به نام بهمن تخته‌ای. این پدیده مثل بهمنای دیگه نیست که محدوده بزرگی رو بپوشونه. میتونه در حد 25 متر مربع هم باشه. احتمالاً روز حادثه این بهمن تخته‌ای روی چادر کوهنوردان افتاده. همشون سعی کردن چادر رو از داخل پاره کنن و فرار کنن. اما کجا؟ حدس میزنن که اون گودال زیر برف که 4 نفرشون مرده اونجا پیدا شدن، یک پایگاه دوم برای این کوهنوردا بوده. سعی کردن از محوطه چادر به اون گودال فرار کنن. اما توی کولاک اون شب 5 نفرشون گم شدن و اون 4 نفر تونستن به گودال برسن. تمام صدماتی هم که واسه شون اتفاق افتاده، مثل شکستن قفسه سینه، له شدن بدن یکی از اونها و شکستن جمجمه، میتونه به خاطر این بهمن و حوادث زنجیره‌ای بعدش برای فرارشون باشه. در آخر هم 2 نفر از اونها سعی کردن دوباره به سمت چادر برگردن، ولی تو مسیر دچار حادثه شدن. تئوری‌های مختلفی در مورد این حادثه هست. به نظر میرسه این تئوری آخر در مورد بهمن تخته‌ای منطقی تر باشه، اما باز هم نظر قطعی نیست. شما فکر میکنید چه اتفاقی برای این کوهنوردا افتاده؟ تا عامل ناشناخته دیگر، بدرود.